افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا، با توجه به تشدید خشونت‌ها علیه شیعیان در منطقه کرم پاکستان، به نظر شما نقش دولت پاکستان و نهادهای حقوق بشری در کاهش این خشونت‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌های مذهبی چه باید باشد؟ بله، متاسفانه در ادامه حملات تروریستی سریالی در منطقه قبیله کرمب و همچنین در حومه شهر پاراچنار که از شهر شیعه نشین و مظلوم در شمال غرب پاکستان محسوب میشه، مجددا شاهد مماشات دستگاه های امنیتی به ویژه دولت محلی نسبت به عاملان و آمران این گونه حوادث غیر انسانی هستیم. با وجودی که چندین ماه از چند فقره حملات مرگبار به بهانه مناقشه بر سر اراضی کشاورزی یا زمین‌های ملکی بین دو تا قبیله داره روی میده، دولت متاسفانه به سادگی از این قضیه عبور کرده و سعی داره به جای پرداختن به ریشه اصلی این گونه حوادث تروریستی که ظلم و ستم تکفیری ها و سنی های افراطی علیه شیعیان و مظلوم هستش رو لاپوشانی بکنه. متاسفانه دولت ایالت خیبر پختونخوا که مسئول امنیت در این ایالت و به ویژه در این منطقه پاراچنار است، این روزا در نبرد سیاسی با دولت فدرال هستش و سروزیر اون هم فعلا سرگرم بازی های سیاسی با دولت جنای حاکم هستش که متاسفانه اثرات منفی اون هم در رسانه‌های پاکستان می‌بینیم که به صورت عادی از این ماجرا عبور می‌کنن و همچنین تأکیدی بر اقدامات بحث برانگیز دستگاه امنیتی هستش. باید دستگاه امنیتی پاکستان این مسئله رو بررسی کنن. به نظر من با توجه به جایگاه پاکستان که خود را یکی از حامیان اقلیت‌ها به ویژه نگران اقلیت‌های مسلمان در هند هستش، این میتونه به وجه پاکستان آسیب برسونه. بله، از توضیحاتتون ممنونم. افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.